بیش از 20 سال از حمله ارتش ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش به افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم میگذارد و در طول این مدت آمریکایی ها همواره به بحانه های مختلف نیروهای خود را در این کشور نگه داشته و حاضر به خروج از آن نشدند. حال پس از گذشت این مدت فرمانده نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان از آغاز تخلیه برنامه ریزی شده پایگاه های آمریکایی در افغانستان خبر داد. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. اسکات میلر فرمانده نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان با اعلام خبر آغاز خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان گفت خروج منظم نیروهای خارجی و تحویل پایگاه‌ها و تجهیزات نظامی به نیروهای افغانستانی آغاز شده است میلر در ادامه افزود من به دستور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به طولانی ترین جنگ آمریکا عمل کردم فرمانده نیروهای نظامی آمریکا و نظامیان تحت مأموریت ناتو در افغانستان اضافه کرد که افزایش خشونت ها پس از روز نخست ماه می اشتباه خواهد بود و انصار طالبان باید بدانند که صلح و توافق سیاسی تنها راه پایان جنگ در افغانستان است وی همچنین گفت من این فرصت را داشتم که با کمیسیون سیاسی طالبان گفتگو کنم و به آنها گفتم که بازگشت به خشونت و تلاش برای تحمیل تصمیمات نظامی به افغانستان و مردم افغانستان یک فاجعه خواهد بود اسکات میلر که از سال 2018 فرماندهی نیروهای آمریکا و ناتو را در افغانستان بر عهده دارد گفت نیروهای خارجی همچنان از نیروهای امنیتی افغانستان پشتیبانی خواهند کرد رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که کلی نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر 2021 از افغانستان خارج می شوند. آمریکا حدود 2500 سرباز در افغانستان دارد و طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است تا 11 سپتامبر آنها را از این کشور خارج کند.